بعد از طبیعه و همینطور مباحث مرتبط با تاریخ علم و فلسفه علم هم و فلسفه فیزیک که بنده فکر میکنم اولین مقاله که از آقای دکتر اکرمی خوندم اگر اشتباه نکنم تو مجله نامه فلسفه بود که سیر تاریخی مباحث در واقع مناسبات فلسفه و فیزیک چنین عنوانی داشت. من دیگه مراجعه نکردم، شاید سالها پیش بود، در مجله نامه فلسفه خوندم. و بعد هم کتاب مهم هانس رایشنباخ تحت عنوان پیدایش فلسفه علمی و خب بعدها کتاب های دیگر آقای دکتر اکرمی که در مورد فلسفه است، مخصوصا کاری که در مورد کیان شناسی افلاطون انجام دادن، هنوز هم یکی از بهترین کارهای تألیفی در این حوزه است و یادم یه سخنرانی هم در انجمن حکمت داشتن در این زمینه. و کتاب رایشنباخ هم که پیدایش فلسفه علمی که انتشارات علمی فرهنگی منتشر کرد و کتاب جان آسپرس در عنوان درآمدی بر تحلیل فلسفی و آثاری که ایشون در حوزه فلسفه سیاسی داشتن. اخیراً هم من دیدم که در مجموعه ای که پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در زمینه صاحب نظران ایرانی و تأملاتشون در مورد علم منتشر کرده، کتاب خوبی را در مورد مسئله علم و فلسفه علم در ایران آقای دکتر منتشر کردن که ما هم مثل سایر آثارشون استفاده کردیم. این افتخار را داریم که امروز در معرض آقای دکتر هستیم و در ادامه نشست های وضعیت تفکر در ایران به نسبت ما و فلسفه علم میپردازیم. بنده البته روش دانشجویی اینه که قبل از گفتگو با اساتید سعی میکنم اون محورها و اون دغدغه‌ها و پرسش‌هایی که در شورای علمی گروه و عموما در فضای فکری فرهنگی جامعه در مورد اون موضوع مطرحه را یک رصدی بکنیم، یه صورتبندی بکنیم و نظم و نسقی بهش ببخشیم و برای اساتید بفرستیم که بدونیم در چه زمینه‌ای مطرح میشه. آقای دکتر تلفن شما هنوز وصله صداش؟ نه خیر. آها بسیار، چون میگن دوستان دو تا صدا پخش میشه احتمالاً تلفن من هم نیست. نه تلفن که نه، تلفن منزل بود که قطع شد. الو تلفن منزل بود که قطع شد. آقای دکتر صدای من نداری؟ صدای من نداری آقای دکتر؟ صدای من نداری؟ صدای من رو نداری؟ آقای دکتر من صدای شما رو دارم، تصویر شما هم دارم. که تلفنم قطعه که آقای دکتر اکرمی، آقای دکتر اکرمی نمیدونم، آقای دکتر هم صدای شما هست هم صدای بنده. آقای دکتر اکرمی دکتر صدای شما هست و صدای موبایلتون رو اگر من الان صدای آقای دکتر رو ندارم. آقای دکتر من صدای شما رو ندارم. دوستان صدای بنده هست یا نه؟ تلفن کوله رو بده باز کن. من صدای شما هست آقای دکتر مکرم. دوستان بفرمان که آیا صدای بنده هست یا نه، صدای آقای دکتر اکرمی هم میشنوند یا نه.
خب دوباره آقای دکتر اکرمی را بله هم آقای تصویرش دکتر بله صدای آقای منو دکتر داری؟ الان بله آقای دکتر صدای شما هست، همون موقع هم صداتون بود. عجب، من خودم صدای خودم اصلا نمیشنیدم. بله خب الان صدای بنده که هست. خواهش میکنم الان که صدای بنده رو دارید آقای دکتر؟ بله. خب تا در واقع فرصت از دست نرفته من خدمت دوستان عرض کردم که همکنونم جناب آقای دکتر اکرمی استاد تمام فلسفه علم دانشگاه هستند و آثار و تأملات و اندیشه های ایشون را خب بنده و دانشجویان و پژوهشگران فلسفه دنبال میکنند. این نشست را ما در معذر جناب آقای دکتر در مورد نسبت ما و فلسفه علم خدمت ایشون هستیم و استفاده میکنیم. دوستان هم اگر پرسش هایی داشتن من 15 دقیقه آخر بحث کامنت ها رو باز می کنم که اگر نکاتی دوستان دارن استفاده کنیم. پرسش هایی را که از آقای دکتر ما در واقع درخواست کردیم که در سخنرانی خودشون اونها را هم در نظر داشته باشن و البته خب اولویت تجربه زیسته خود جناب آقای دکتر هست در زمینه مطالعات علم و فلسفه علم در ایران، اینها بوده. این پرسش ها برای آقای دکتر ارسال شده که من دیدم آقای دکتر در یک در واقع ایده ابتکاری این محورها رو در کانال خودشون و بعضی از کانال‌های مرتبط هم منتشر کرده بودن که خیلی هم خوب از این جهت که دوستان با فضای بحث آشنا بشن. سوال اول ما این بوده که اساساً آقای دکتر اکرمی بعد از سالها تجربه علمی و آموزش و پژوهش و تجربه زیسته در حوزه مطالعات چه تلقی در واقع از این عنوان بحث ما دارن، چه تصویری از ما دارن، این مایی که مدام بحث میکنیم، ما و سنت، ما و غرب، ما و علم، ما و فرهنگ، این ما چیه و نسبتش با فلسفه علم که از کلیدواژه‌های اساسی این بحثه. خود فلسفه علم هم خب تحولات و تطورات مختلفی داشته. خواستیم آقای دکتر تاریخچه کوتاهی بفرمایند از ادوار آشنایی ایرانیان با فلسفه علم قبل و بعد از انقلاب، خیلی کوتاه البته چون این بحث خودش چند جلسه رو میطلبه، و آقای دکتر به ما بگن که نسبت مباحث فلسفه علمی که الان در دانشگاه ها هست، در گروه فلسفه هست، با وضعیت تفکر در ایران چیه؟ صرفا یک دغدغه آکادمیک و در یک نگاه بدبینانه یک تفنن آکادمیکه؟ یعنی اگه کسانی مثلا به انواع گیاهان و پروانه ها در مثلا آفریقای جنوبی میپردازن، ما هم به مباحث فلسفه علم میپردازیم برای اینکه یاد بگیریم خالصا لوجه الحقیقت العلمی است و نه اینکه نسبتی بین مباحث و فضای فکری فرهنگی ما است. سوال دیگه ای که از آقای دکتر داشتیم این بوده که چه مفاهیم، مقولات و جریان ها و چهره های کلیدی فلسفه علم به ایران به ایرانیان معرفی شدن، به زبان فارسی ترجمه شدن، کجاها دیده نشده، چه مفاهیمی، چه مقولاتی، چه جریانهای فکری، چرا دیده نشده، اونایی که دیده شدن چرا دیده شدن، مناسبات قدرت معرفت چقدر تاثیرگذار بوده، علایق شخصی چقدر تاثیرگذار بوده. سوال دیگه‌ای که داشتیم این بوده که نسبت این مباحث فلسفه علم که تحت عنوان فلسفی آف ساینسه و مباحث علم شناسی که در سنت اسلامی هست، هم در متون فلسفی هم در متون کلامی، در پژوهش‌های تجربی عالمان مسلمان که خب به هر حال یکی از نقاط عطف علم بوده، هم به روایت مورخان علم اروپایی و هم دیگرانی که منصفانه تر برخورد کردن، مباحث فلسفه علم که در حوزه ها مطرحه، بالاخره چه مباحثی، دغدغه حوزویان از ورود به مباحث چیه، آسیب‌ها و خلأهای عمده آموزش و پژوهش این حوزه چیه و آینده فلسفه علم، و البته نخ تسویه همه این پرسش‌ها در واقع تجربه زیسته خود آقای دکتره که این ارزشمندتر از بقیه مباحث، این که دیگران چه گفتند و چه میگویند و خب میشه جاهای دیگه هم خوند، ولی این که آقای دکتر اکرمی اساره جان و تجربه پژوهشی و آموزشی و زیست ایشون در فلسفه علم چه بوده به نظرم شنیدنی‌تره. و من میدونم این سوالایی رو که ازشون کردیم ایشون بعد چند ترم تدریس کنن که ما مثلا ازشون یاد بگیریم، ولی خب آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی ما سعی میکنیم با اهم و مهمی که خدای دکتر دارن در خدمتشون باشیم. بنده عرضم تمام، سر و پا گوش از بحث خوب جناب استاد دکتر اکرمی استفاده میکنم، ضمن اینکه از همکاران خوبم در خانه اندیشمندان جناب آقای دکتر قاسمی و آقای
دکتر مهرجو هم سپاسگزارم. آقای دکتر ببخشید من زیاد گیر کردم، در خدمت شما هستم. خب سلام عرض میکنم و سپاس بسیار دارم از جنابعالی های دکتر شجاعی عزیز. این فرصت در اختیار من قرار دادید که به حال دقایقی رو در خدمت باشم در پیوند با همین محورهایی رو که فرمودید، که طبعا همونجوری که قبلا هم خدمتتون گفته بودم، خب بحث بسیار بسیار گسترده است، ولی در وسعتی که و مجالی که ما داریم در خدمتتون خواهم بود، امیدوارم که در حال مفید واقع بشه. پرسش یا در واقع شاید بشه موضوع اولی که مطرح است در بحث سخنرانی، بحث همون ما و فلسفه علم هست و تلقی که طبعا بنده بایستی از ما و فلسفه علم داشته باشه. خب ما در نگاه نخست ممکنه منظور در واقع یک جامعه خواص دانشگاهی اهل فلسفه علم باشه، یا اینکه اصولا اهالی علم باشن در حالا سطح آکادمیک کشور، یا به طور کلی و من مسئله رو بیشتر شاید دومی میبینم به یک معنا، کل جامعه ایرانی منظور نظر هست در یک برهه تاریخی در یک وقته زمانی مکانی خاص قرار گرفته و با یک ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی ویژه داره، به هر حال آرزوهایی داره، آرمانهایی داره، درگیر بحرانهای گوناگونیه و تلقیات گوناگونی از مسائل مختلف داره، من جمله علم، فلسفه، دین، برای خودش ادعایی به هر حال داره و در فضای کشور ما هم کمابیش ما بازتابهایی و پرتوبهایی از اندیشه های گوناگونی که در جهان غرب شکل گرفته و بعد اومده، بعضن بعضی ها حالا تاریخ طولانی تری دارن، بعضی ها تاریخ کوتاه‌تری دارن، اما یه جور در پیوند با دغدغه‌های ما هستن، دغدغه‌هایی که به هر حال ما در جامعه زندگی می‌کنیم که این جامعه بسته نیست، جامعه بازه، تا جامعه‌ای که در پیوند با جامعه جهانیه و مرتب ازش تأثیر و تأثیر ازش تأثیر می‌پذیره و ازش تأثیر داره. و بنابراین وقتی ما میگیم ما، ممکنه که کسانی که در بحث شرکت میکنن خواص باشن یا الیتی باشن که در پیوند موضوع صحبت کنن، اما واقعیتش که اینا موضوع رو در افق گسترده تری نگاه کنن و تلاششون برای اینه که بتونن پاسخ به مسائلی رو بدن که در سطح کلان کشوری و در این برهه زمانی خاص برای کشورمون مطرح هست، یا در حالای مقطع زمانی 100 ساله که به هر حال کشور ما آشنا شده با مدرنیته و با مسائل جهان مدرن، فلسفه مدرن، علم مدرن و دانشگاه‌های ما داریم که به هر حال در حداقل ظاهر امر ادعای دارن در سطح جهانی به لحاظ مواد درسی که تدریس می‌کنن و تعامل‌هایی هم دارن کما بیش، اما به هر حال ما انتظار داریم که فلسفه علم بتواند یک نقش کلانی بازی بکنه در پیوند با این مباحث مسائل گوناگونی که در جامعه مطرح است. فلسفه علم هم تلقی که من دارم برها تلقی تمامیش رایجی است، اون چیزی است که برها فلسفه علم رو یک شاخی از فلسفه تلقی میکنه که کارش علم شناسیه، یک معنا تلاش میکنه که علاوه در اون تعریفی که خود من دارم در کتابهای دیگه مثل فلسفه کیان، کرامت فلسفه کیان شناسی و فلسفه از تعبیر جهان تا تغییر جهان ذکر کردم، فلسفه علم یک فلسفه است که میخواهد درباره هست و باید یک معرفتی به نام علم سخن بگه. پیش از اون من معمولا از 5 دستگاه باور مدعی شناخت نام میبرم، میگم که ما 5 دستگاه باور مدعی شناخت داریم. شناخت رو هم تقریبا با همون معیار و نگاه تقریبا کلاسیک قبل از گتیه تعریف میکنیم به عنوان باور صادق موجه. حالا 5 دستگاه باور مدعی شناخت، اینا مدعی شناخت هستن، من در نظر میگیرم فلسفه است، علم، عرفان، اسطوره است و عرضم به حضورتون دین. این 5 دستگاه باور مدعی شناخت هر کدوم موضوعات خاص خودشون رو دارن، روش خاص خودشون رو دارن، اهداف خاص خودشون رو دارن و حالا بخوایم فرض بفرمایید در چارچوب اون رؤوس سمانیه قدمایی نگاه بکنیم، اینا برای خودشون هر کدوم تعاریف و تا اهداف خاص خودشون داره. علم که اینجا مورد توجه ماست، در فلسفه علم مورد بررسی قرار میگیره، هم در واقع هست او و هم باید او. درست. و اینکه در واقع ما انتظار داریم که علم چگونه باید باشد. این طبعا در یک معرفت درجه دوم نسبت به علم که حالا میشه یه نوع متاساینس هست یا فیلسوفی آف ساینس هست قرار میگیره، که تلاش برای اینه که بنیادها
روش شناسی ها و یا روش ها و همینطور پیامدهای گوناگون علم رو بررسی بکنه. در این چارچوب طبعا مسائل مثل همین روش علمی، مسائل مثل تبیین علمی، مسائل مثل پیشرفت علم، اینا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستن و داد و ستد علم با به ویژه فلسفه و تا حدی اون دستگاه های باور مدرن شناخت دیگه مثل دین، مثل عرفان، مثل اسطوره با اونم چه داد و ستدی داره و یا اینکه دستاوردهای اونا میتواند چه تأثیری بر دستاوردهای علمی داشته باشه و بالعکس دستاوردهای علم به ویژه در مورد زمینه‌های خیلی خاصی مثل مثلا نسبیت، مکانیک کوانتومی، نظریه تکامل در زیستشناسی، اینا میتونن چه پیامدهایی برای اون دستگاه‌های باور ماده شناخت دیگر هم داشته باشن. اینها به هر حال حوزه‌ای هست که یا به طور خاص در چارچوب خود فلسفه علم بررسی میشه یا اینکه یه نوع تعامل وجود داره بین فلسفه علم و فلسفه در واقع اون دستگاه‌های باور ماده شناخت دیگه مثل فلسفه دین، مثل فلسفه عرفان، مثل فلسفه فلسفه یا فلسفه فرض اسطوره. برای این تلقی من از فلسفه علم یک مفهوم اینچنانی است با تعریفی که البته از علم دارم. علم رو من که در واقع معادل برای ساینس میشناسم حداقل از گالیله به این سو یک دانش تجربیه که هم در درجه اول حس بنیاده، از تجربه بهره میگیره، اما دستاوردهای تجربی این قابلیت رو دارن که در چارچوب یک نوع تحلیل عقلی گسترش پیدا بکنن، در زبان فرمالیسم ریاضی تبدیل بشن به یک سری قوانینی که این قوانین میتوانند تقریبا نزدیک به قوانین طبیعت باشند، شبیه قوانین طبیعت باشند یا اینکه نهایتا به سمت قوانین طبیعت گرایش پیدا بکنند. خب البته موضع من موضع ویژه است که دوستان احتمالاً اطلاع دارم، من به هر حال از ریالیسم علمی پیروی میکنم در چارچوب ارزم موضوعتون هستی شناسی، شناخت شناسی، معنا شناسی، روش شناسی و همینطور ارزش شناسی علم و نگاه هم نگاه رئالیستی علمی هست در اون چارچوب نگاه. بنابراین این فلسفه علم از نظر من و حالا بحث ما اینه که در این چارچوب بتونیم پیش ببریم که ببینیم که ما و فلسفه علم چه دورنمایی رو میتوانیم داشته باشیم. خب آقای دکتر شاید از پیش از همه از من خواسته بودن یا من اینجور مرتب کردم که یک نگاهی بندازیم به فلسفه علم، تاریخچه فلسفه علم و ورود فلسفه علم به ایران. به یک معنا فلسفه علم شاید بتوان گفت که خب با یونانیان آغاز میشه. ما هم در افلاطون فلسفه علم داریم، هم به ویژه در ارسطو به طور مشخص فلسفه علم داریم و این تا حدی در جهان اسلام هم بازتاب پیدا کرده، مانند فارابی، ابن سینا، ابوریحان و دیگران این بازتاب رو میبینیم و بنابراین همون جور که در غرب هم در صدای میانه ما گرایش‌های گوناگونی در فلسفه علم رو می‌بینیم، در جهان اسلام هم کمابیش این گونه بوده. اما خب فلسفه علم در واقع به معنای جدیدش میشه گفت که زاده علم جدیده. پس از آن که در واقع گالیله و نیوتن علم جدید رو پدید میارن، فیزیک، مکانیک رو و بعد راه باز میشه برای فیزیک و ریاضیات و منطق در این ویژه این سه و البته زیست‌شناسی هم بوده. فلسفه علم شکل میگیره بیشتر در قالب جریان بسیار مهمی به نام پوزیتیسم منطقی و چهره های کلاسیکی که حالا بیشترشون مرتبط هستن با این جریان نیرومند پوزیتیسم منطقی و یک تعدادشون هم به عنوان منتقدان ولی خود در حال مرتبطان با این جریان برها کار کردن. اما یه جریانی هم هست در غرب که برها وجود داشته، یه جریان
ماتریالیستی و بعد مارکسیستی که در واقع یک جریان فلسفی علم هم خاص خود اونا بوده. ما به هر حال هرگز نمیتونیم در تاریخ اندیشه ورزی فلسفی و فلسفه علم کتابی مثلا آنتی دورینگ انگلس رو و بعضی از آثار مارکس رو اصلا نمیتوانیم نایده بگیریم. برای همین خاطر هست که حالا وقتی که وارد ایران میشیم، من میخوام به دو جریان مهم اشاره بکنم و تاکیدم دارم، برای اینکه متاسفانه من دیدم که دوستانی که درباره تاریخچه ورود فلسفه علم به ایران صحبت میکنن یا اطلاع ندارن یا اینکه آمدانه تاریخ رو جعل میکنن و نادیده میگیرن و توجه ندارن که قبل از انقلاب چه جریان هایی در کشور ما بوده. پس از انقلاب هم حالا به شکل دیگری شاید یک معنا جعل اتفاق افتاده و میفته. قبل از انقلاب دوستانی که روایت رایج رو عرضه میکنن در انجمن حکمت فلسفه، انجمن مؤسسه پژوهش حکمت فلسفه ایران یا دانشگاه شریف، همه این کسان معمولا فکر میکنن که فلسفه با آقای دکتر نصر شروع شده در ایران، در حالی که اصلا این گونه نیست به هیچ وجه. آقای دکتر نصر البته احترامشون واجب، جایگاهشون به هر حال برای خودشون قابل احترامه، اما فلسفه علم در ایران رو آقای دکتر نصر وارد نکردن. که فلسفه علم در ایران در درجه اول اگر قرار باشه حالا ما به شکل وسیع‌تر نگاه کنیم، دو جریان لیبرالی و مارکسیستی وارد کشور ما کردن. باید اینا رو بهشون توجه بکنیم، خاطر اینا جزء سنت واقعی تاریخ ما هستن. اتفاق افتاده. از یک سو ما مرحوم فروغی رو داریم که مرحوم فروغی خب میدونیم که در دارالفنون تحصیلاتش خودش به شروع میکنه، با در رشته پزشکی و داروشناسی یا داروسازی شروع میکنه، ولی خب با طبعش سازگار نبوده، دنبال فلسفه و ادبیات بوده و رها میکنه. و در حال اما همین فروغی دغدغه خاطر داره برای تدریس در دارالفنون، خودش کتاب فیزیک مدرن می‌نویسه. نوشتن کتاب فیزیک مدرن اهمیت خیلی مهمی داره، کما اینکه فروغی با دغدغه‌هایی که داره، حالا تشخیصش درسته یا نادرسته بماند، ولی در هر صورت فکر می‌کنه یک پروژه در کشور قبلا شروع شده، اونم عبارت است از ترجمه گفتار در روش دکارت، و بنابراین خودش دوباره می‌دونه که اون پروژه ناتمام موند یا ناقص بود، شروع میکنه به ترجمه مجدد این اثر. و برای اینکه این اثر رو بتواند اهمیت تاریخیش رو و جایگاهش رو نشون بده، برایش یه مقدمه می‌نویسه که اون مقدمه عبارت است از تاریخ بالاخره مختصر فلسفه غرب تا خود دکارت، که میشه در واقع مقدمه کتاب و میشه تا سال 1110 جلد اول سیر حکمت در اروپا، به عنوان اولین اثری که در کشور ما، شاید هنوز تنها اثری که در کشور ما در فلسفه تألیف شده، منتشر میشه. و بعد از اون جلد دوم و سوم هم منتشر میشه و دغدغه‌های ویژه فروغی رو ما میبینیم. فروغی در میاد که و میره به سمت کتاب طبیعیات ابن سینا، طبیعیات از قسمت شفا رو، اینقدر اراش مهم بوده. ببینید در کل تاریخ ما پس از شاید ابوریحان به این سو، ما تقریبا هیچ کس رو نمیبینیم که دیگه به طبیعیات اهمیتی بده. شفای ابن سینا با اون عظمتش فقط و فقط بخش منطق و الهیاتش رو میخوندن، تفسیر اون ناقص نکامل در حوزه های علمیه که عهده‌دار به هر حال ادامه یا در واقع بست و ترویج اون سنت فلسفی ما بودن. بگذاریم از این که دیگه به یک معنا فلسفه مشرق چرا خیلی قدرت نداشت، به خصوص بعد از حکمت اشراق و حکمت متعالی ملا صدرا، اما با این همه ابن سینا هنوز خونده میشد. بعضی هم اتفاقا تاکید میکنن باید اما اتفاقا ابن سینا خون، به خاطر که ابن سینا به هر حال بهداشتی تره، اما ابن سینا منطقش رو میخوندن و الهیاتش رو میخوندن. حالا الهیاتش هم که ممکن بود که عملا فرض کنید توسط کسی مثل غزالی باعث تکفیر ابن سینا بشه، ولی در هر صورت به طبیعیات متاسفانه توجهی نشد. فروغی ضمن اینکه به علم مدرن توجه داره، کتاب فن سمای طبیعی رو، کتابی به اون عظمت رو ترجمه میکنه و در سال 1316 به اون شکل بسیار بسیار عالی چاپش میکنه. این یک جریان که هرگز نباید اینو ما نایده بگیره و من اگر فرصت باشه میتونم خیلی مفصل در باره صحبت کنم. و یک جریان مارکسیستی دکتر تقی عرانی. این بسیار بسیار باعث تأسفه که دوستانی که تاریخ فلسفه علم در ایران رو میخونن اصلا توجه ندارن که یک جریان بسیار مهمی و اصیل به یک معنا، حتی اصیل علمی نه، حالا من حوزه ایدئولوژیکش رو کاری ندارم،
ولی از نظر رویکرد علمی بسیار اصیل. دکتر ارانی جز محصلینی بود که رفته بود برای ادامه تحصیل به آلمان رفته بود و رشته که خوند شیمی و فیزیک بود. شیمی و فیزیک خوند و آرام آرام دغدغه‌مند شد، گرایش پیدا کرد به سمت مارکسیسم. اما این رویکرد علمی براش بسیار بسیار اهمیت پیدا کرد و وقتی وارد ایران شد به شدت متوجه گسترش در واقع دانش فیزیک مدرن و علم مدرن شد. نوشته های دکتر ارانی داره که اتفاقا من دیدم 3 روز 4 روز پیش آقای دکتر منصوری استاد دانشگاه سهل شریف هم به این قضیه اشاره کرده و گفته که اصلا این بی‌نظیر جزوه‌ای که ارانی درباره نظریه نسبیت نوشته و این در کشور ما قبل از تاسیس دانشگاه، قبل از تاسیس آکادمی رسمی، ایشون درباره نظریه نسبیت کتاب نوشته، درباره مکانیک کوانتومی مطلب نوشته، درباره نظریه‌های گوناگون اتم مطلب نوشته. در سال 1912 که مجله دنیا رو تاسیس میکنه و 12 شماره از این مجله بیرون میاد، نه تنها خودش در این حوزه ها بلکه کسانی مثل ایرج اسکندری، با اینکه حقوق خونده ولی درباره نظریه تکامل داروین مطلب مفصل نوشته. اینا رو دوستان هرگز توجه داشته باشن که اینها رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. ولی فضای ایجاد شد در کشور، بود در کشور، که به یک معنا بحث‌های فلسفه علمی که خب بالاخره این یک لقبی هم شد، یک لقبی بود اول برای خود مارکسیسم. مارکسیسم به خود به ویژه از زبان شاید انگلز خودش رو فلسفه علمی تلقی می‌کرد و با همین نگاه وارد ایران هم شد. و احتمالاً دوستان خبر دارن که لنین یک کتاب بسیار مهمی داره به نام امپریسیزم اند معذرت می‌خوام ماتریالیسم اند امپریو کریتیسیزم. این کتاب، کتاب به هر حال هنوزم کتاب مهمیه در نقد ارنست ماخ، و آقای دکتر ارانی این کتاب رو ترجمه میکنه و حتی علاقمنده که از لنین هم به یک بالا فراتر بره و این رو با توجه کنید. ما در شرایطی داریم زندگی میکنیم که تازه رضا شاه روی کار اومده، جامعه در چه وضعیتی هست، مردم، افکار عمومی، همه اینا رو توجه بکنید. و ایشون تلاش داره که در واقع مباحثی رو که مشخصا مرتبط با فلسفه علم در اون روزگار هستن مطرح بکنه. منتها طبعا در فضای مارکسیستیه. فضای مارکسیستی ضمن این که من در جای دیگری گفتم که میتوانست هم با فلسفه تحلیلی همدلی داشته باشه و هم پیوندی داشته باشه، هم با عرضم حضور فلسفه قاره‌ای در بعضی جاهاست، اما در هر صورت نتونست فلسفه علم مشخصی تبدیل بشه. به هر حال یک جریان ماتریالیسم دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی بود که این همش تلاش میکرد که همش زیر سیطره خودش بگیره. و پس از شاید لنین کمتر کسی بود که که بتونه بکنه و کمک بکنه که ما در واقع نگاه رئالیستی تری داشته باشیم در برابر مکتب کوپنهاگ. در هر صورت آقای دکتر ارانی آثاری دارن که امروزه به راحتی هر کس بخواد تاریخی و بنویسه برای فلسفه علم حتما ایشون رو بایستی توجهش بکنه. اینو من دارم میگم در واقع دارم زمینه رو فراهم میکنم تا باید بگم که آقای دکتر یحیی مهدوی که دوستان یادشون میره از دکتر مهدوی یاد بکنن، ایشون در سال 1323 دوستان کتاب فلیسین شاله رو به نام روش علمی یا فلسفه علمی، ایشون روش علوم یا فلسفه علمی، ترجمه میکنه در دانشگاه تهران برای سال ششم ادبی و علمی کشور. دوستان برای دبیرستان به چی آدم اینو بگه؟ این کتاب که تمام مباحث عمومی فلسفه علم رو در خودش داره، از حدود معرفت گرفته تا تاریخ علوم گرفته تا تقسیم بندی فلسفه اخلاق تا بله همینطور بیا تا فلسفه های گوناگون، فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات، فلسفه اخلاق، فلسفه روانشناسی، فلسفه تاریخ، همه اینا رو داره. برای دبیرستان اینو در سری البته دانشگاه تهران چاپش کرده ولی در سال 1923. فلیسین شاله خود دوستان احتمالاً میدونن خودش یک سوسیالیسته، یک کسی که در فضای مارکسیستی فرانسوی بزرگ شده، فضای مارکسیستی که ما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم. و بعد اون فضایی که در ایران ساخته شده علارغم که نام نمیبرن که بله مثلا فرض کنید کسانی که وابسته به حزب توده هستن
یا فرض کنید 53 نفر این علایق رو داشتن، این زمینه رو فراهم کردن. اما به هر حال در کشور ما این طلب ایجاد شده بوده که در سال 1323 آقای دکتر یحیی معدوی اون کتاب بالاخره مهم رو و تاثیرگذار رو منتشر میکنن، مینویس ترجمه میکنن و منتشر میکنن. باز من میتونم خیلی بحث بکنم در این زمینه، ولی عبور میکنم میرسم به دهه 40 دوستان. دهه 40 که بسیار مهمه و دوستان انگار نه انگار هیچ دهه 40 وجود داشته و در کشور ما فلسفه علم داره به هر حال گفته میشه و خونده میشه. در سال 1348 انتشارات معتبر امیرکبیر کتاب مهمی به نام فلسفه علوم توسط آقای دکتر علی اکبر تراوی استاد دانشگاه تبریز در 400 حدودا فکر میکنم 80 صفحه منتشر میکنه. این کتاب در زمان خودش بی‌نظیره و الی یوم هذا هنوز این مهمترین و تنها کتاب تألیفی ایران در فلسفه. دوستان کجا هستن که اشاره به این کتاب بکنن؟ این کتاب امیرکبیر منتشر کرده، 1346 تاریخ خورده که مقدمش رفته به چاپخونه، سال 48 اومده بیرون و این کتاب به هر حال در کشور منتشر شده، با تیراژ نسبتا بالا هم منتشر شده. در اوایل دهه 1150 آقای دکتر اسماعیل خویی که به تازگی در گذشته در دانشسرای عالی متدولوژی علمی تدریس میکرد، چندین ترم متدولوژی علمی تدریس کرد در دانشگاه صنعتی آریامهر قدیم شریف فعلی، متدولوژی علمی تدریس کرده. نگاهش هم البته نگاه کاملا مارکسیستی بود، همونجوری که نگاه آقای دکتر ترابی مارکسیستی بوده. دکتر ترابی کسی هست که اولین مقالات خودش رو به عنوان یک جوان در روزنامه فرقه دموکرات آذربایجان چاپ میکنه و بعد بالاخره میره فرانسه تحصیل میکنه، جامعه شناسی میخونه، ولی برمیگرده و عرضم به حضورتون کتاب فلسفه علم نوشته. و فلسفه علمی که کاملا این کتاب اگه باز بکنید مباحث عمومی بسیار بسیار گسترده همش در خودش داره. کتاب البته جامعه شناسیشون داره، کتاب مردم شناسی داره، کتاب فلسفه دین داره، حتی آقای دکتر ترابی و دوستان اصلا این که اینا رو نمیبینن و ندیدن و یا نادیده میگیرن و این اصلا درست نیست. در سالی که یکی از این بزرگان در سال 54 از ایران رفته و تازه در انگلستان متوجه شده که چیزی به نام فلسفه علم هم وجود داره، در کشور ما خیلی خبرها بوده. خود من در سال 52 یا 3 الان متاسفانه از حضورم بلافاصله از خاطرم پرید، خدمت آقای دکتر هاشم گلستانی در دانشگاه اصفهان فلسفه علم تشویقشون کردم درس به نام فلسفه علوم بگذارن و حالا خدمتشون گفتم من خود منم عنوان دانشجو شما کمک میکنم. فکر کنم منطق جدید هم میگفتن ایشون بعد یک کتابی داشتن به نام منطق قدیم و جدید. بله بعد یک کتاب منطق قدیم و جدید. خب اینها رو دوستان چطورش توجه نمی کنن؟ دوستان چرا توجه نمی کنن که کتابی که در جامعه شناسی در تو این کشور مثل انجیل بود، مثل یک کتاب مقدس بود برای همه جامعه شناسان ایران، البته خب منتقدی نیم داشت، کتاب آقای دکتر آریانپور بود، زمینه جامعه شناسی. بله. دکتر آریانپور یک مارکسیست بود که این کتاب رو از آگبر و نیمکوف اقتباس کرده بود، هر دو نفری که خودشون در فضای مارکسیستی آمریکایی بزرگ شده بودن و این کتاب رو ایشون تبدیلش کرد به کتاب بومی که بیش از 20 بار چاپ شد. بیش از 20 بار این کتاب قبل از انقلاب چاپ شد و تمام روشنفکران ایران کتاب می‌خوند. فضای روشنفکری ایران حتی در شکل مذهبیش کاملا متأثر از فضای مارکسیستی بود. حالا ممکنه مثلا جورج گروویچ باشه. آقای دکتر حسن حدیدی که به هر حال از آقای دکتر مرحوم دکتر شریعتی از نزدیکانشون بودن، نزدیکم بودن، در فرانسه بودن، اینها کتاب دیالکتیک یا سیر جدلی جامعه شناسی جورج گروویچ رو ترجمه کرد، انتشارات پیام منتشرش کرد و اون همه در کشور این کتاب گل کرد و خواننده داشت. کتاب کاملا مارکسیستی بود. به هر حال توجه این دوستان اینا رو اصلا ندیده میگیرن و میگن آقای دکتر نصر چیزایی گفت و بعدش هم تمام ما وارد بعد از انقلاب شدیم. وارد بعد از انقلاب شدیم و دیگه آقای دکتر سروش و آقای دکتر گلشنی قدر این دو بزرگوار بی هیچ گونه تردیدی همه شناخته شده است. آقای دکتر سروش بعد از انقلاب تلاش بسیار زیادی کردن برای هم ترجمه، هم تألیف و هم تدریس. آقای دکتر گلشنی هم برای تأسیس این رشته در دوره کارشناسی ارشد در سال 73 تلاش کردن و 74 در دانشگاه صنعتی شریف این رشته تأسیس شد
که به هر حال بسیار به نظر من قابل احترام هستن، بایستی این رو ما قدر بدونیم. اما همین بعد از انقلاب متاسفانه دوستان ما روایت ناقصی از بعد از انقلاب میدن. بعد از انقلاب دکتری رو کی تأسیس کرد؟ چی تأسیس کرد؟ کجا تأسیس کرد دکتری فلسفه علمی در ایران؟ هنوزم که هنوز آقای دکتر گلشری بزرگوار اینجا اونجا میشینن میگن اولین بار دانشگاه سرحدی شریف تأسیس کرد و بعد سالها بعد امیرکبیر و تربیت مدرس و بعد یا نام دانشگاه آزاد باید اون طریقات رو میبرن. اونا هم دنبال دکتری بودن. دوستان سال 1383 بنده در خدمت آقای دکتر فعالی رئیس دانشکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد واحد علوم طبیعت محمد تقی فعالی رفتیم خدمت آقای دکتر گلشنی. به هر حال گفتیم که اومدیم خدمت شما، از شما هم اجازه بگیریم هم کمک بخواهیم از شما که مخواهیم ما رشته فلسفه علم تأسیس کنیم در دکتری تأسیس دانش در واحد علوم طبیعت. آقای دکتر گلشنی بزرگوار به شدت برافروخته شد، به شدت برافروخته شدن، مخالفت کردن، گفتن اصلا این کار درستی نیست، ما در مقابل بچه های مردم مسئول هستیم، بچه های مردم منحرف میشن و ما حق نداریم این رشته رو تأسیس بدیم. من گفتم آقای دکتر گلشنی بزرگوار، اگه قرار بچه های مردم منحرف بشن و یا قرار منحرف بشن با رشته فلسفه و طریقت که بیشتر منحرف بشن که در شکل رشته به هر حال از اولین رشته هایی با تأسیس دانشگاه تهران در کشور اومده، به هر حال ما هم که تازه متولی عقاید مردم نیستیم، فلسفه علم رشته ایست که بالنده است و ما هم در کشور بهش نیاز داریم. در اصل ایشون به شدت مخالفت کردن، مخالفت کردن، ما اومدیم بیرون با آقای دکتر پالی ولی از ما اون جذب بود که به هر حال این رشته رو ما خودمون دکتری تأسیس بدیم. من درگیر نوشتن برنامه دکتری شدم، برنامه دکتری که من نوشتم برای چند نفر از دوستان هم فرستادم، ارزم نمیخوام نام ببرم علی، دوستان واکنش نشون ندادند و من نهایتا تنهایی برنامه رو بردم به وزارت علوم. برنامه وقتی بردم به وزارت علوم، وزارت علوم خب حالا بالاخره بایستی بررسی میکرد، منم آدمی نبودم که وقتی عزمم جزم باشه بالاخره بایستی قاله هم بکنن یا قانونشون بکنن. شروع کردن اول یه مقدار مانع تراشی، ایراد گرفتن به برنامه و بعد نهایتا من متوجه شدم که دستی در کاره که این رشته اصلا تاسیس نشود، حداقل در دانشگاه آزاد تاسیس نشود. اما دوندگی های من پاسخ داد. من در 58 صفحه برنامه ای نوشتم که هنوزم که هنوزه فکر میکنم معتبرترین، بهترین، استانداردترین برنامه دوره دکتری هست که در کشور نوشته شده. در سال 1865 دولت آقای احمدی نژاد، آقای دکتر زاهدی موقع وزیر بودن، بالاخره برنامه تصویب شد، تصویب شد و به ما اجازه دادن برای همیشه و در هر سالی ما دانشجو دکتری بگیریم. آقای دکتر گلشنی بزرگوار وقتی که متوجه میشن و حالا یا متوجه میشن حالا در جمع این کار تلاش میکنن برای دانشگاه شریف هم مجوز بگیرن، در با سس من دیدم این رو با سه صفحه دستنویس برنامه، با سه صفحه و به هر حال مجوز اونا گرفتن برای بهمن ماه، در صورتی که ما مجوز گرفتیم برای مهر ماه سال 1386. بنابراین اولین دوره دکتری ما تأسیس کردیم با استانداردترین شکل ممکنه. برنامه ما به هر حال به هر علتی به نام وزارت علوم ثبت رسید، درسته که برنامه تمامش رو من نوشتم، امشای منه، خود حتی تایپ خود منه و الان هم موجوده، دوستانم که برن در سایت وزارت عطف میتونن پیداش بکنن. آقای دکتر الان دو تا برنامه دکتری توی سایت، یکی فلسفه علمی که فلسفه علم و فناوری کدوم؟ بله فلسفه علم و فناوری همان است که آقای دکتر گلشنی رو بعدن این رو دیگه بستش دادن و برها مفصل ترش کردن و در صورت دیگه سر صورت آکادمیکی بهش دادن. اینکه فلسفه علم رو شما زحمت کشیدید عنوانش فلسفه علم، من فلسفه علم و من در واقع بله فلسفه علم من انجام دادم و برها تاریخش هم مقدمه بر اونه و به هر حال دکتری رو ما واقعیت چی که ما تسکریم هیچ اینجا بحث نه خودخواهیه نه بحث نه، ولی بحث بر سر تاریخی یک جریانه که باید توجه داشته باشیم. این دکتری رو من دونده ای کردم با آقای دکتر گلشنی، به شدت مخالف بودن، به شدت مخالف بودن و به هر حال بعضی از افراد کارشکنی میکردن نمیذاشتن که این دکتری در دانشگاه آزاد، ولی من بسیار مصر بودم و این اتفاق خوشبختانه افتاد.
بعد از اونم به هر حال برنامه ما الان موجوده، میتونن دوستان تطبیق بدن، چک بکنن، کنترل بکنن برنامه ما رو از نظر سیلابس، از نظر نوع دروس. دانشگاه صنعتی شریف و بعدن پژوهشگاه و بعد هم عرضم حضورتون دانشگاه تربیت مدرس درس هایی رو عرضه کردن که درست روی کاغذ بعضیشون دیگه درست شدن، میشه اینا رو بهشون به هر حال اتکا کرد و اعتماد کرد، اما در عمل درس هایی رو عرضه کردن، همه میدونن که بعضی از اینا اصلا ربطی به فلسفه علم نداشته، در صورتی که ما یک دونه درس تا حالا خارج از اون چارچوب و اون جدول هایی که عرضه کردیم به هیچ وجه برای دانشجو عرضه نکردیم، به هیچ وجه. خب البته دانشگاه صنعتی شریف این شانس رو همیشه داشته که طبعا بهترین دانشجوها رو داشته باشه، دانشگاه دولتیه، دانشگاه مجانیه، به هر حال دانشجو هم اونجا بهتر می‌دیدن و کسانی که پیش ما اومدن به خصوص در 7 8 سال گذشته دانشجویان ضعیفی بودن، اما دوستان یک مقدار انصاف داشته باشن، ببینن که در وضعیت فلسفه علم و درسایی که در فلسفه علم گروه واحد علوم تحقیقات عرضه میشه چگونه است، کاری ندارن نگاه بکنید، و درسایی که در دانشگاه دیگه عرضه میشه چگونه است و توسط چه کسانی، توسط کسانی که بالاخره من خودم انقدر حواسم جمع بوده از همون دوره اولی که به هر حال از آقای دکتر پایا دعوت کردم، از آقای دکتر زیبا کلام دعوت کردم، همینطور ادامه پیدا کرده، همواره حواسم جمع بوده که هرگز درسی به کسی داده نشه. البته در عمل ممکنه یه مقدار بالاخره اتفاقات گفتاده باشه که به هر حال منم دلخور بوده باشم، ولی بالاخره درس به کسی دادیم که این کار است، در صورتی که در دانشگاه صنعتی شریف و در حالا جای دیگه هم همواره ما شاهد این بودیم که درس ها به کسانی داده شده که اونقدر شاید صلاحیت و تدریس رو نداشتن، ولی خود دانشجو حالا درس ها رو خونده، بالاخره بچه هایی که اونجا هستن زبانشون خیلی بهتره. راست خیلی صحبت کردم در این زمینه، ولی به هر حال لازم بود من این روشنی رو، روشنگری رو درباره بعض فلسفه علم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم داشته باشم. حالا یک نگاهی بندازیم به اون محورهای بحث دیگری که آقای دکتر در نظرشون بود، بحث سنت اسلامی ما و فرهنگ و فرهنگ و تمدن ما و فلسفه علم در این فرهنگ و تمدن. من خودم میدونید که یک درسی رو اصلا تعریف کردم برای دوره دکتری و الزامی هم هست که ازش میگم تحت عنوان مباحث بنیادین فلسفه علم نزد فیلسوفان مسلمان. بله. خب این در واقع همه دغدغه‌هایی که احتمالاً آقای دکتر شجاعی عزیز و دیگران دارن، من سعی کردم که با در این کتاب این رو در نظر بگیرم. خب البته این توسط افراد گوناگون تدریس شده، از آقای دکتر معصوم همدانی گرفته تا حالا خود من و کسان دیگری، حالا با کیفیت‌های گوناگون تدریس شده، ممکنه که اونقدر که ما مورد نیازمون بوده باشه به هر حال انجام نشده باشه، ولی منابع به هر حال زیربط و از فارابی، از ابن سینا، از ابوریحان ما در نظر داشتیم و تلاش کردیم که در چارچوب ادامه سنت نگرش به خصوص فلسفه مشائی پیگیری بکنیم و ببینیم که نزد فیلسوفان مسلمان چه بحثای بنیادینی از نظر فلسفه علم وجود داشته. خب طبعا ما هیچ انتظاری نداریم که با آن نگاهی که امروز فلسفه علم میگیم اون رو بتونیم پیگیری بکنیم و شناسایی بکنیم در اون سنت گذشته، اما به هر حال میراث اونها و خوندن آثار اونها برای ما ارزشمند، الهام بخش، و ما حتی رساله‌ای هم داشتیم که کسانی بالاخره تلاش کردن که راهی رو شاید باز بکنن برای اینکه ما خوانش جدیدتری بتوانیم از اون میراث به هر حال داشته باشیم، به خصوص حالا فارابی و ابن سینا خیلی برای ما اهمیت ویژه‌ای داشتن. اما در ارتباط با اینکه تجربه زیسته خود من از علم شناسی حالا آقای دکترم علاقمند بودم بیشتر شاید بدونن، قصه من برمیگرده به دوره دبیرستان. من در دوره دبیرستان خب بالاخره بعض درسیم خیلی خوب بود، هم ادبیاتم خوب بود، هم طبیعتم خوب بود، هم ریاضیاتم، و خب خیلی به فیزیک علاقمند بودم و در این حال به فلسفه هم علاقمند شدم، علارغم اینکه کتاب فلسفی که بود کسی هیچ کس نمیخوندهش، من در دبیرستان اون رو نه تنها خوندم بلکه شروع کردم به خوندن چند رساله‌ای که از افلاطون دکتر محمود صناعی اینا ترجمه کرده بودن خوندن رو، و بعد یواش یواش شدم خودم میتونم در واقع رساله افلاطونی بنویسم و 6 رساله افلاطونی نوشتم. و آرام آرام یه دفعه من آشنا شدم با عرضم بزرگتون کتاب سجیم جینز به نام فیزیک و فلسفه که مهندس علی‌قلی بیاری ترجمه کرده بود، و این کتاب آتشی به جان من زد و کلان تمام زندگی من رو زیر رو کرد. بسیار بسیار کتاب رو من تاثیر داشت، با اینکه به هر حال سجیم جینز
این کتاب رو در دهه 1940 نوشته، کتاب نسبتاً قدیمیه، کتاب ایدئالیستیه تا حد خیلی زیادی، بیشتر شاید تمایل داره به یک مکتب کوپنهاگ، اما به هر حال مباحثی که مطرح شده بود در اونجا به شدت من رو واقعاً زیر رو کرد و من تصمیم گرفتم که به هر حال به شکل جدی‌تری به مباحث فیزیک و فلسفه توجه بکنم. خب اون زمانی که من در واقع دانش آموز کلاس 11 12 بودم، انتشارات خوارزمی خیلی فعال شده بود و مرحوم منوچهر بزرگمهر، این رو هم یادم رفت که از اونم باید یاد بکنیم که برای منوچهر بزرگمهر قبل از انقلاب نقش زیادی داشته در به حال آوردن فلسفه علم در ایران، به خصوص فلسفه تحلیلی. به حال منوچهر بزرگمهر و دیگران آثار راسخ فلسفه تجربی، بله بله بله، و کتاب آیه رو ترجمه کرد و حالا خودش از کسان کتاب ویتگنشتاین رو ترجمه کرد و آثار دیگه رو. اما خب کتاب پوپر رو آقای احمد آرام ترجمه کرده بودن در سال 1950، فقر تاریخی گری. من این فقر تاریخی گری به عنوان، خب بالاخره آرام دیگه آشنا شده بودم با یه مقداری مباحث، این کتاب رو من در حدوداً 3 ماه تدریس کردم به یه گروه از به هر حال دانش آموزانی که دور و بر من بودند و ما مطالعه می‌کردیم با هم دیگه و تجربه بسیار بسیار مبارکی بود و اون دیگه باعث شد که من رفتم بعد کتاب آقای دکتر ترابی رو پیدا کردم و یواشاش بحث‌های فلسفه علم برام خیلی به هر حال مطرح‌تر شد و مونده بودم دیگه من چیکار بکنم، دبیرستان فیزیک بخونم یا فلسفه بخونم. من شاگرد اول استاد مرکزی هم بودم، نهایتش تصمیم گرفتم فیزیک بخونم و فلسفه رو به عنوان بالاخره معشوق مطالعات خودم حفظش بکنم. سال اول که من رفتم در دانشگاه دوره لیسانس شروع کردم، خب خیلی دلزده شدم و دچار افسردگی شدم. اون فیزیکی که من تصور داشتم عرضه نمی‌شد. حالا شاید توقع من خیلی بیهوده بود، اما به هر حال من همکلاسی هم داشتم که اون مقدار شاید بیشتر سعی می‌کرد منو دلداری بده، آقای یدالله موغل که احتمالاً دوستان می‌شناسن، البته ایشون از من 5 سال بزرگتر بودن، ولی در هر صورت ایشون بسیار فرد فرهیخته‌ای بود و علاقه‌مند بود. مترجم آثار کاسیره، بله. و من از آرام آرام که یه جوری دیگه خودم قانع کردم که فیزیک رو بالاخره ادامه بدم، از سال اوائل سال 1352 که دانشجوی سال دیگه داشتم وارد در واقع ترم دوم سال اولم می شدم، کتاب فیلیپ فرانک رو که فلسفی آف ساینس هست، کتاب فیلیپ فرانک رو به دست گرفتم و شروع کردم برای خودم ترجمه کردن. من ظرف 4 ماه این کتاب رو ترجمه کردم که خب برها برام تجربه فوق‌العاده‌ای بود، کتاب بسیار بهم چسبید، خیلی عالی بود. و سال 53 بود که با کتاب راشنباخ آشنا شدم. کتاب راشنباخ آشنا شدم و خب دیگه از اون من خیلی به هر حال به نظر میومد فلسفه علم به هر حال اطلاعات حداقل عمومیم زیاده، با آقای دوتا گلستانی هم درس فلسفه علوم رو به هر حال گذرانده بودم و عملاً شاید کلاس‌ها رو خودم اداره کرده بودم و اشراف خیلی زیادی داشتم و یه برنامه گسترده مطالعاتی و ترجمه برای خودم طراحی کردم. یکی از اونها همین در واقع کتاب راشنباخ بود، پیدایش فلسفه علمی، که خب برای من خیلی کتاب ارزنده بود. اما کتاب پوپر رو، منطق اشراف علمی رو هم دکتر یه اشاره بکنید به اون ایده محوری راشنباخ تو این کتاب، چون خیلی تعیین کننده است تو بحث ما. بله، کتاب راشنباخ که خب به هر حال برای من خیلی اهمیت داشت، خیلی مهم بود، بدونید که دو بخش داره، دو بخش بسیار مهمی که هست به نام ریشه های فلسفه نظر ورزانه و دومیش پیدایش فلسفه علمی. بله، اون ریشه های فلسفه نظر پردازانه یا به اصطلاح اسپیکولیتیو فلسفی رو که میخواد بررسی کنه از افلاطون میاد تا در واقع هگل به یک معنا، خب در واقع تلاش میکنه که نشون بده که چرا فلسفه تا کنون ناتوان بوده از پاسخ گفتن به بسیار از پرسش هایی که به درستی طرح شدن ولی پاسخ درستی دریافت نکرده. و بعد تلاش میکنه ریشه های روانشناختی و جامعه شناختی و غیره اینا رو بررسی بکنه و نشون بده که خب چگونه دانشمندان فیلسوفان به دنبال تبیین اگر بودن رفتن به دنبال شبه تبیین، اگر به دنبال ارزم بزرگتون تبیین بودن شبه تبیین عملا عرضه کردن، تعمیم های معمولی رو اینا تبیین تلقی کردن، چرا این اتفاق افتاد، چرا افلاطون عملا حاکم شد و
ارزم به حضورتون بیشتر نظریه های اسطوره‌ای به یک معنا از نظر راشنباخ عرضه شد به جای این که در واقع اینا فلسفه به معنای راستین کلمه باشند. اوج در واقع حمله راشنباخ به هگله، هگلی که میگه مفاهیمی رو به کار میبره که این مفاهیم هیچ گونه ما به ازای قابل لمسی ندارن، من جمله خود عقل. میگه عقل رو وقتی راجبش سخن میگه به گونه این سخن میگه که انگار اینو هم میشناسدش، و میگه عقل عنصری است که جهان را چنان میکند و چنان میکند و در جهان در حال حرکت است. اینا میگه این حرفی اصلا این حرف میان توهیه، هیچ جور قابل آزمودن نیست. و بعد میگه از کجا بعد تلاش میکنه که باز بکنه که ریشه این کجاست. در تمام بخش اول تلاش میکنه ریشه این فلسفه نظری رو نشون بده و در عین حال در کنارش پدیدایی علم جدید رو در دو و بهره‌گیری از دو عرصه تجربه گرایی و عقل گرایی استفاده بکنه تا برسه به آنچه که اسمش میذاره ساینتیفیک فلسفی. برای راشنباخ ساینتیفیک فلسفی در سنت یه نوع نوکانتی گرایی عبارت است از توجه به این که علم نمی فلسفه نمیتواند از دستاوردهای علم بی‌نیاز چشم‌پوشی کنه به هیچ وجه. بنابراین ما به فلسفه نیاز داریم که این فلسفه برای پاسخ گفتن به اون مباحث بنیادین و پرسش‌های بنیادینی که طرح می‌کرده مسلح بشود به دستاوردهای علم جدید. مثلا میگه فیلسوف سوال می‌کرد که زمان چیست، مکان چیست، چون نمی‌تونست پاسخش رو بده میشست میبافت. اما امروز فیلسوف باید بدونه که مکانیک کوانتومی، نظریه نسبیت درباره زمان و مکان چی میگن. اگر تونست که بفهمه اونا چی میگن، وقت میتونه وارد بحث و فلسفه زمان و مکان بشه. و برای همین هم است که وقتی خودش کتاب فلسفه زمان و مکان رو مینویسه، مقدمه ای که کارناپ نوشته برای این کتاب، میگه این بهترین کتابی است که تاکنون درباره فلسفه زمان و مکان نوشته شده، کتاب راشنباخ. خب این در واقع با این شکل وقت تلاش میکنه که دستاوردهای این فلسفه نظری رو در عرصه های فیزیک، زیستشناسی، اخلاق، منطق بیان بکنه. و این کتاب البته آخرین کتاب راشنباخه و عمومیترین کتاب راشنباخه و خود طبعا خوشخوانترین کتاب راشنباخ هم هست و کتابی هست بسیار بسیار کوبنده. با این همه تو فضای فکری ایران مناقشه برانگیز نبود، حولش مباحث شکل نگرفت، با این حال که مدعیات مهمی رو داره مطرح میکنه. این کتاب وقتی میخواست چاپ بشه، من این کتاب رو سالش درست میگم آقای دکتر، یعنی دریافتم درسته که این علارغم این که این کتاب از سوی بعضی خیلی پذیرفته شد، بعضی هم حالا بالاخره یه جور سکوت کردن. کتاب سال 65 من به انتشارات علمی فرهنگی که تحویل دادم و من بودن دو سال بعدش گفته شد که خب کتاب بررسی شده توسط شورای ما و گفته شده که این کتاب خوبه چاپ بشه اما کتاب خطرناکیست. برای اینکه اگر که راشنباخ ملا صدرا رو میشناخت، همین با همین لحن، اگر راشنباخ ملا صدرا رو میشناخت زیرا به ملا صدرا رو میزد. بنابراین مترجم بیاد و یک مقدمه مفصلی بنویسه و نقد کنه نظرات راشنباخ. من گفتم که اولا که راشنباخ ملا صدرا رو نمیشناخت و یه اتفاق خیره افتاد. ثانیش هم من مترجم هستم و ثالثا من خودم یک مقدمه نوشتم، شاید اون چیزی که خود آقای می‌خواستن نقد دقت نکردم. من گفتم نظرات راشنباخ یکی از فلسفه های گوناگون و متنوع مطلق نیست یا تنها این نظریه. همه ما فلسفه های اگزیستانسیالیستی داریم، فلسفه های شرق داریم، غرب داریم، فلسفه های در خود سنت فلسفه تحلیلی کلی گرایش های گوناگون داریم. بنابراین این گونه نیست که راشنباخ تنها بگه آقا حرفش حرفه. یه کتاب من ترجمه کردم، دوست داشت چاپ بگه، دوست داشت چاپ نکنه. خب البته کتاب به هر حال با اظهار لطف چاپ کردن، ولی کتاب به نظر می اومد اونجوری که من در توی قوم در حوزه کسایی که به خصوص دور آقای ملکیان بودن این کتاب رو خیلی پسندیدن، خیلی کتاب برایشون خوشخوان بود، خوب بود. و وقتی هم که من در سال فکر کنم 76 احتمالاً دعوت شدم به سری رفتم حوزه علمیه، اونجا که به هر حال دوستان آشنا شدم، خب این کتاب رو خیلی بود خیلی خیلی خوندن و خیلی بهش توجه دارن. و در هر صورت بله، به هر حال من قبل از انقلاب کتاب رو ترجمه کردم، ولی خب مرد به انقلاب و من اگر که پرسکوری شاید انقلاب
حالا یا به شکل دیگری بود که منم حالا توش نقش بیشتری بعد از انقلابش پیدا می‌کردم، یا حالا به هر شکل خب این کتاب خیلی زودتر چاپ می‌شد، شاید مثلا من تشویق می‌شدم کتاب منطق اصراف علمی رو تکمیل بکنم خیلی زودتر از مرحوم احمد آرام کتاب رو من چاپ بکنم. عرضم به حضورتون و به هر حال این خود دیگه بعد از انقلاب، من بعد از انقلاب کمابیش علاقه خودم رو هم به تاریخ علم و هم به فلسفه علم ادامه دادم. مدت ها در خدمت استاد احمد بیرشت چه مستقیم و چه غیر مستقیم بودم برای ترجمه اون زندگی نامه علمی دانشوران که به هر حال دوستان احتمالا در جریان هستن. بله کتاب سال هم شد در سال 76. بله همون، بله بله همینطوره. و در هر صورت توجه خود من به تاریخ علم بسیار زیاد بود و هنوزم که هنوزه به هر حال توصیه هایی که میخوام بکنم، حالا زمانم از دست میدیم، اینه که کسی که میخواد به فلسفه علم بپردازه یا به علم بپردازه یا به تاریخ علم بپردازه از اون دوتای دیگه بی‌نیاز نیست. بله. و شاید یکی از آسیب شناسی های کشور ما همینه که متاسفانه کسانی به فلسفه علم پرداختن یا میپردن که توجه ندارن که باید هم علم رو بدونن، هم تاریخ اون علم رو بدونن، هم فلسفه علم بدونن، تا این ستا بتوانن در پیوند تنگاتنگ با هم دیگه بتونن بالاخره چیز زایایی رو عرضه بکنن. خب در سنت فلسفه ما که متاسفانه توجه به خود علم اصلا وجود نداشته، با اکثر غریب اتفاقی کسانی که فلسفه خوندن اصلا علم نمیدونن، دانشمندان ما هم که متاسفانه باز فلسفه نمیدونن، و بعد هیچ کدوم از این دوستا تقریبا تاریخ علم نمیدونن. خب به هر حال من همواره به دانشجوانم توصیه کردم و برای همین هم است که در دوره کارشناسی ارشد که من بلافاصله که وارد دانشگاه آزاد بهادرین تحقیقات شدم سال 82، اولین کاری که کردم تغییر برنامه درسی بود. من نگاه کردم دیدم برنامه درسی که در سال 73-74 زحمتم کشید در استادان بزرگوار آقای دکتر گلشن اینا منتشر کردم، ولی بسیار بسیار برنامه در حال نامناسبیه. برنامه رو تغییر دادم و تمام درس ها رو دوبایدی کردم، درس های الزامی گذاشتم. دو تا تاریخ علم الزامی داریم، ما مثلا معرفت شناسی الزامی داریم، عرضم که اصلا اینا رو هیچ به هیچ وجه در توجهشون نمیشد در اون چیزی که برنامه‌ای که هست در دانشگاه صنعتی شریف و بقیه جا که عرضم متاسفانه همچنان ادامه داره. از اونجا که دوست ندارن دوستان، باز تاکید میکنم، اسم دانشگاه آزاد رو ببرن و این فروتنی رو ندارن که بپذیرن که اگر چیز خوبی در جاییست از او بهره بگیرن، دوستان به برنامه کارشناسی ارشد ما هیچ توجهی نکردن. همچنان برنامه کارشناسی ارشد دموده قدیمی بسیار عقب افتاده رو، البته با دست بازی که آقای دکتر گلشنی داشتن، همواره برنامه رو میذاشتن و میرفتن تصویب میکردن. منتها ما این جرأت رو نداشتیم. ما هرگز حتی دانشگاه آزاد خودمون به ما اجازه نمیداد یک درسی رو که در جدول نباشه عرضه بکنیم به هیچ وجه. ولی خود در دانشگاه صنعتی شریف من میدونستم. شما میدونید دوستان در دانشگاه سنجش در دوره دکتری حتی بهار عربی تدریس شد در دوره فلسفه علمش، یا حداقل پیشنهاد شد. خب ببینید چه ربطی واقعا وجود داره، چه ربطی وجود داره. ولی به هر حال ما برنامه‌مون برنامه استانداردی، هنوز بعد از 18 سال که من به دوره کارشناسی ارشد نگاه میکنم، برنامه از همه برنامه‌های ممکن بهتره، خوبتره. شاید هنوز لازم شاید اگر مثلا خود من باشم دست کاری بکنم، ولی برنامه خوبیه. دوره دکتر من همچنین به هر حال دیگه بعد از انقلاب یک سوال مهمه، چون ما زمان هم زیاد نداریم که فکر می‌کنم جاش خالیه. خب به بحث‌های فلسفه علم در آکادمی و در فضای تألیف و ترجمه به خوبی اشاره فرمودید. دهه 60 و 70 و حتی به یک معنا 80 سه دهه‌ایه که مباحث فلسفه علم با مباحث سیاسی اجتماعی که از افق اندیشه دینی مطرح میشه گره میخوره. یعنی فلسفه علم بیشتر از این جهت مهم میشه، مخصوصا در حوزه ها. البته در دانشگاه خب بازم همون مسیر آکادمیک را میره، و در حوزه که خب بیشتر تو فضاهای فکری و گفتمانی تأثیر گذاره. خب مثلا میبینیم که یهو کتاب علم و دین ایان باربور به عنوان یک کتاب خیلی جدی مطرح میشه، خونده میشه. یکی از دوستان ما بررسی کرده بود فقط حدود 100 خورده پایان نامه حول همین بحث‌های ایان باربور نوشته و تألیف و تحقیق شده، هم در قم هم در دانشگاه‌ها، که البته خب در فضای قم بیشتره. من می‌خوام یه مقدار اشاره کنید به تعاملات و مناسبات فلسفه علم و دین در کشور، چون اینم خیلی تأثیرگذار بود، مخصوصا با توجه به اینکه آقای دکتر سروش هم یکی از این اضلاع
آشنای ما با فلسفه علمن و چه محدودیت‌هایی داشت این آشنایی. بله. البته آقای دکتر سروش به هر حال جز محدود کسانی بودند که همواره به یک نوع مرزبندی و مرزگذاری میان مباحث دینی و مباحث علمی توجه داشتند. بله. این رو اگر توجه بکنیم مثلا در کتاب نمیدونم فرض بفرمایید که تفرج سن مقاله مفصلی دارن درباره علوم انسانی یا در جای دیگه نشون میدن که ایشون اون مرز رو رعایت میکنن و حاضر به درامیختن حوزه دین و حوزه علم نمیشن. و به نظر من یکی از ارزش‌های کار آقای دکتر سروش همینه. اما متاسفانه دیگرانی بودند و هستند، حالا بیشتر شاید در حوزه ها و حالا کسانی که در بعضی از دانشگاه مثل حالا شاید خدای دکتر گلشنی یا نامان ببریم شاید ایشون هم ناراحت نباشه، چون به هر حال ایشون نظرش این گونه است. آقای دکتر گلشنی شاید در بین کسانی که در فلسفه علم در کشور ما برها کار کردن علاقمند بودن رابطه بین علم و دین رو مرتب روش تاکید بکنن و گزارشی و تبیینی از این قضیه عرضه بکنن که بگن این دو تا کاملا میتونن داد و ستد بکنن و با هم بیامیزن. خب من البته من حاصل مجموع برآوردم برای این جریانی برآورد خوبی نیست، یعنی در واقع دید مثبتی ندارم. نتیجه هم اون بود که به هر حال از این قضیه منحص المجموع چیزی در اومد بیرون به نام علم دینی. این مقوله علم دینی که سالهای سال ما رو گرفتار کرده و متاسفانه هزینه‌های گزاف هم مالی و هم آکادمیک و هم ایدئولوژیک و هم سیاسی گذاشته رو دستمون و باعث شده که افرادی صداشون شنیده نشه، افرادی صداشون شنیده بشه به خاطر اینکه در واقع خودشون رو زیر پرچم باور به علم دینی پنهان کردند و از این حرفا زدن. درسته که من در همون پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اونجا سخنرانی کردم و گفتم که ما چیزی به نام علم دینی مطلقا نداریم. بعدم در جای دیگه هم همینطور صحبت کردم و گفتم این هم ضربه به علم هم ضربه به دینه و هرگز این دوتا رو نباید بیامیزیم. کتاب یان باربور هم متاسفانه در کشور ما سطحی خونده شده. من خودم با یاربور ساعتها قدم زدم، صحبت کردم، گفتگو کردم. کتابی هم که به هر حال ترجمه شده، آقای بارمشاهی بسیار خوب ترجمه کردن. واقعا چنین چیزی نشون نمیده که به راحتی شما بتونید در هم بیامیزید و به راحتی بتوانید علم رو از متن دینی استخراج بکنید. ولی واقعش اینه که یان باربور، آقای دکتر، واقعش اینه که یان باربور خیلی ها را مجهز کرد به خیلی از سلاح‌های معرفتی و مفهومی، حالا به هر نیت و مقصدی. بله، ولی خب در واقع سوء استفاده شد. من به خودشم گفتم اینا رو، به خودشم گفتم که خیلی سوء استفاده شده از انشای جناب علی. و به هر حال پارسال رساله‌ای دفاع شد در دانشگاه باقرالعلوم در رشته فکر می‌کنم دکتری فلسفه فیزیک. ببینید در دانشگاه باقرالعلوم دکتری فلسفه فیزیک گذاشتن. چه کسانی میرن اونجا درس میدن فلسفه فیزیک رو؟ گذاشتن که در اونجا مفاهیم مکانیک کوانتومی این رساله از دل قرآن بیاد بیرون. خب این توهین به قرآنه. این یعنی اصلا من نمیفهمم این واقعا چه سودی داره، این چه سودی داره، این تا کی باید گفت که این علم دینی نیست و این بازی کردن با دینه، بازی کردن با مقدساته. قرار نبوده که شما از متن مقدس بیاد مکانیک کوانتومی بیرون بیارید. ولی وقتی که رساله در این زمینه نوشته میشه یا به قول شما 120 تا رساله یا پایان نامه درباره کتاب یان باربور نمیشه میشه، اینا مطمئن باشید من ندیده همینجوری میگم، ایمان میدم بالای 90%شون برسی تو سطح زباله. اینا فقط فقط برای گرفتن مدرک، اینا فقط انشا نویسیه برای گرفتن مدرک. اینا هیچ کدوم دغدغه راستین نه علم رو دارن نه دین رو دارن. دکتر نمیشه افراد... جنبه مثبتی درش دید؟ حالا در کنار نقدهایی که من که ندیدم بلاخره... من عملا هم دیدم دکتر، مثلا همین فلسفه فیزیک چون چند بار یاد شد ازش، بنده 4-5 سال پیش با آقای دکتر گلشنی گفتگوی مفصلی داشتم تحت عنوان تجربه ایرانی مواجهه با فلسفه علم که در شماره 56 فصلنامه نقد کتاب فلسفه خانه کتاب چاپ شده. در خبرگزاری مهرم کامل این گفتگو هست، یعنی هم الان هست هم اون موقع هم دوستان منتشر کردن. یا مثلا یکی از دوستان آقای حامد وکیلی که اتفاقا با خود شما هم گفتگوهایی ظاهرا داشتن، یه رساله‌ای نوشتن در مقطع ارشد فلسفه علم دانشگاه شریف که سال 96 دفاع کردن
لطف کردن برای بنده هم فرستادن و منم استفاده کردم تحت عنوان چیستی، چگونگی و چرایی ورود فلسفه علم به ایران. در خود باقرالعلوم هم چون بنده آشنا هستم، البته خب شما استاد بنده هستید و خیلی بیشتر از بنده هم میدونید، هم مجردترید، بنده چیزای جوانانه و جاهلانه عرض میکنم. در خود اونجا هم ما یه طیف در واقع معتدل و در این حال یه طیف رادیکالی توی این حوزه داریم، یعنی خود فلسفه فیزیک هم که مطرح شد، آقای دکتر گوشنی صراحتاً تو اون گفتگو هم هست، اتفاقا سند داره این حرف بنده، گفتن معنا نداره که مثلا در دانشگاه باقرالعلوم که اصلا نه بیس فیزیک هست، حالا فیزیک شریف بالاخره یه پشتوانه یه میتونه فلسفه فیزیک راه بندازه. میخوام بگم که یه وقت شما که در واقع استاد ما هستید، در نقد اینها دوچار این نشین که کلیت حالا احیانا نکات مثبتی هم که هست ناده گرفته بشه. بالاخره همین ایان باربور، همین مباحث فلسفه علم و دینی که آقای دکتر سروش و آقای دکتر گلشنی و حتی به یه روایت دکتر نصر یه سطح دیگه مطرح کردن، یه فضاهایی را باز کرده برای فندیشیدن به مباحث فلسفه و علم. حالا ممکنه کسانی در واقع از این مباحث استفاده ایدئولوژیک هم بکنن، کما اینکه کردند و میکنن. اتفاقا در دانشگاه شما شاید اخیراً بیشتر هم شده باشه به جهت ساختارهایی که تغییر کرده. هر زمینه که امکاناتی آیا میبینید در این، یعنی به عنوان زمینهایی که افق گشایی کنه، حالا جنبه‌های انتقادیش اوکی و ما پذیرفتیم از شما، آیا جنبه‌های مثلا مثبت یا امکاناتی درش میبینید؟ من متاسفانه از اونجا که یه جور همواره دخالت سیاست و ایدئولوژی رو در امور آکادمیک همیشه نسبت بهش بدبین هستم، بله، همواره این ترس هست که چه دانشجو و چه استاد میدان رو باز بگذارن و باز ببینن برای در واقع سری سوء استفاده ها و به هم بافتن های مباحثی که واقعا میشه گفت که هیچ گونه پایگاه واقعی علمی و دینی نداره. و این رو ما در عمل هم دیدیم بالاخره. خب ایدئال شما از تعامل علم و دین چیه در حوزه فلسفه؟ خود شما چی را درست میدونید توی این حوزه؟ اولا که خب حالا فلسفه دین به طور مشخص به عنوان یک فلسفه به قول معروف مضاف متأخرتر از فلسفه علم، خیلی یاد گرفته از فلسفه علم، خیلی یاد گرفته که خب چه بکنه، تا حد خیلی زیادی تحلیل مفاهیم بکنه، از زبان خودش رو روشن بکنه یا تلاش بکنه برای درک زبانش، همونجور که به هر حال در زبان علم ما یکی از مباحث مهممون زبان علم هست که در فلسفه علم داره، خب طبعا فیلسوف دین هم تلاش میکنه زبان دین رو، یا فرض بفرمایید همونجور که ما معرفت شناسی علمی داریم، یک فیلسوف دین هم تلاش میکنه معرفت شناسی دینی داشته باشه و بفهمه که خب نحوه دریافت مثلا معرفت دینی چگونه است یا تجربه دینی چه تفاوتی داره با تجربه علمی. اینها به هر حال حوزه های هستن که تا حد خیلی زیادی یان باربور هم به اینها اشاره کرده و دور مشخص معلومه که میتوانن به شکل کاملا بهداشتی و درستی از همدیگه کمک بگیرن، تأثیر بگیرن. مشکل اونجاست که شما از علم چیزی میخواید که در ارتباط با دین، یا بالعکس از دین چیزی میخواید در ارتباط با علم که در صلاحیت هیچ کدوم و در اون سرشت و چیستی هیچ کدوم نمیگنجه. شما چگونه انتظار دارید از قرآن مکانیک کوانتومی بیرون بیارید؟ همواره البته دیده شده بالاخره در طول قرون متون رو وقتی که سالها بعد نگذره و دریافت هایی در حوزه‌های دیگه میشه، برمیگردن مفسران نگاه میکنن و میگن که ها اینجا منظور این بوده، دل هر ذره را که بهش کافی آفتابش در میان بینی، یه ها اینجا منظور مرد بزرگ انرژی هسته‌ای و اتمی بوده. درسته خب مطمئن از این گونه نیست، اون یک نوع بصیرت عرفانی ویژه است که داره نسبت جهان هستی، خیلی هم زیباست، خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوب گفته، ولی این واقعا درست نیست که ما از اون یا از مولانا مکانیک کوانتومی بیرون میاریم، از قرآن مکانیک کوانتومی بیرون میاریم. خیلی ممنون آقای دکتر. من کامنت ها هم باز کردم، دوستان اگر سوالی دارن از آقای دکتر یادداشت کنن و من دو تا سوال دیگه دارم و زمانمون هم دیگه تمامه. آقای دکتر فکر میکنید این حالا به روایت غیر رسمیش که از 1310 ما با فلسفه علم آشنا هستیم و به روایت آکادمیکش هست،
مثلا 1374 که ارشد فلسفه علم راه اندازی شده، بعد از این به یه روایتی 90 سال، به یه روایتی عرض شود که 30 سال، 30 و چند سال، 40 سال فلسفه علم خارج از آکادمی چه کمک کرده به ما ایرانیان در خودفهمیمون، خود اندیشیمون، خود انتقادیمون، و آیا صرفا یک کارکرد آکادمیک داشته، حالا اگر اونجا هم داشته باشه؟ چون شما وقتی پایان نامه ها رو میبینید، مثلا حداقل بنده پایان نامه های دانشگاه شریف خودم بررسی کردم، موضوعی بخش عمدهش همین مباحث فلسفه علوم طبیعی، علوم تجربی. خب علتش همینه که بچه های فیزیک و ریاضی و اینا میرن دیگه از همون شریف، و مثلا بحث های فلسفه علم کمتر از فلسفه علوم انسانی اجتماعی کمتر از 11% این پایان نامه ها را در واقع پوشش میده. بعد از اون طرف هم مباحث فرهنگی تمدنی خودمون هم تو این پایان نامه ها کمتر، البته بخش همینه که استاد متناسبش هم نیست. مثلا چند نفر مثل آقای دکتر حسین معصومی همدانی ما داریم مثلا تو این کشور، شاید تو دنیا بگم، چون آدم با تعاملات ایشون آشناس، و یا خود شما که مثلا شخصی کار کردید، یا حتی خود آقای دکتر گلشنی که علارغم حالا همه بحثایی، من خودم انتقادی ترین گفتگو رو با ایشون داشتم، منتشرم شده، و اخیرا هم خب ایشون با دوستانشون انجمن علم و دین ایران رو راه اندازی کردند، و بنده هم افتخار دارم که عضو شدم، فراخوانم دادن و دستشون هم درد نکنه. چقدر این فلسفه علمی که حالا شما یه روایت امروزی تر و متفاوت ترش رو ارائه دادید از 1110 و اکادمیکش از 1174 به این طرف، کمک کرده به ما تو حوزه تفکر اندیشه؟ یا اینکه گفته که من کار کردم اکادمیک کار ندارم، خلق الله هر جا دلشون خواست برن، به ما ربطی نداره به لحاظ چارچوبای فکری و فرهنگی؟ ببینید، من میتونم بگم که به هر حال واقعا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، حداقل در فضای روشنفکری ما، مباحث فلسفه علم همواره طرفداران و اعظم به حضورتون خوانندگان خاص خودش رو داشته. من شاهد بودم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب افرادی که فیزیک حالا نخوندن، فیزیک نمیدونستن، ریاضیات هم نمیدونستن، اما بعدشون نمیامده که مثلا یک مطلبی رو در چارچوب فلسفه ریاضیات یا فلسفه فیزیک بخونن و با یه سری مباحث آشنا بشن در بحث‌های روشنفکری شون. کما که به هر حال تیراژ‌های بزرگ کتاب قبل از انقلاب به خصوص اینا رو همه که در سطح آکادمیک نمی‌خوندن، چون اصلا تدریس نمی‌شد. پس چی بود که در واقع این کتاب‌ها رو می‌خوندن؟ و مثلا کتاب آقای دکتر ترابی احتمالاً با 3000 یا 5000 نسخه چاپ می‌شد در سال 48. کیا می‌خوندن؟ این در واقع بخشی از فضای روشنفکری رو می‌خوند، و آرام آرام این فضای روشنفکری به گونه ای در واقع تحت تاثیر قرار میداد فضای عمومی کشور. کما که بعد از انقلاب هم علارغم این که به هر حال ما مدت ها منتظر بودیم تا در آکادمی فلسفه علم باز بشه، ولی بالاخره ما میبینیم که مرکز نشریات دانشگاهی در سال 61 کتاب عرضم به حضورتون فلسفه علوم طبیعی فلسفه علوم طبیعی کتاب جانلازی رو در آمدی تاریخی به فلسفه چاپ میکنه، و خوانندگانی داره که این خوانندگان لزوما نه دانشجویان هستن نه استادان، بلکه فضای روشنفکری هست که به گونه دیگری میاندیشه، مسائل دیگری میاندیشه، علایق دیگری داره، توجهات دیگری داره که این توجهاتش فراتر از مسائل شغلی و تخصصی و حرفه‌ای و عرضم به حضورتون اون یک نگاه ویژه‌ای که به هر حال ممکنه دنبال بکنه. بنابراین همواره فلسفه علم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب یک کارکرد اجتماعی کلن داشته، اما خب از سال 74 که وارد آکادمی شده، خب طبعا ما انتظار داشتیم، من خود من به ویژه خیلی خیلی انتظار داشتم که بتواند بیش از اینی که الان تا حالا تأثیر گذاشته تأثیر بگذاره، و این متاسفانه به نظرم علارغمی که الان ما در چندین دانشگاه این رشته رو داریم، این تأثیرگذاری خیلی خودشون نشون نداده. علتش اینه که خب هنوز ما درسامون درسای به نظر من درسای آکادمیکمون هنوز اون استانداردهای لازم رو ندارن، ما هنوز خودمون همدیگر رو باور نداریم، قبول نداریم، خودمون خانواده فلسفه علم به هم احترام نمیگذاریم، قدر همدیگر رو نمیشناسیم. ما به دنبال تشکیل یک خونه، یک ارزان دفتر، یک شعبه در فرنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران نیستیم. به هر حال من همینجا اگر امیدوارم صدای من به آید تو داوری عزیز برسه، واقعا چرا نباید در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
یک دفتری به نام فلسفه علم وجود داشته باشه تا ما بتوانیم به یک شکل ستادی تری مباحث گوناگون فلسفه علم رو در کشورمون نیازامون ضرورت‌ها رو اتفاقا آقای دکتر داوری مهمان یکی از گفتگوهای ما خواهند بود. من این رو از طرف شما ازشون توی گفتگوی رسمی میپرسم حتما. خیلی عالیه، خیلی لطف میکنی، خیلی لطف میکنی آقای دکتر. من سوالات دوستانه بپرسم سوالات دوستانه اجازه بدید بپرسم چون زیاد میکنم. به هر حال ما بسیاری از آثار هنوز ترجمه نکردیم، ما کتاب تألیفی درست حسابی اصلا نداریم غیر از آقای کتاب آقای دکتر همونجور گفتم آقای دکتر ترابی، ما بعد از اون کتاب تألیفی نداریم. مرحوم خویی همواره ما رو گذاشت تشنه نگه داشت، گفته بود که یک کتابی رو انشاءات ارزم بزرگتون رز قبل از انقلاب میخواد به زودی درباره فلسفه علم از ایشون منتشر بکنه. انقلاب شد و این کتاب هم منتشر نشد. من همواره منتظر بودم. خویی رو نمیدونم چقدر شما میشناسید. خویی صاحب یکی از زیباترین نثرها، یکی از زیباترین تحلیلها در کل تاریخ دوران معاصر ماست. من اگه دو سه نفر رو بخوام نام ببرم در نثر، یکیش خوییه، یکیش آقای دکتر سروشه، یکیش دکتر آریانپور، امیرحسین آریانپور. این سه نفر در نثر بی‌نظیر بودن و با حساب شده ترین شکل ممکنه خویی مطلب میگفت، مطلب میدوشت. ولی خود دریغ که به هر حال ایشون رفت و بعد از انقلاب که دیگه در ایران نموند و به هر حال یک معنا شایسته در فلسفه کاری میتونست بکنه انجام نداد. در صورت آثار بسیار زیادی رو ما بایستی ترجمه بکنیم. ما بسیار از آثار کلاسیک رو هنوز ترجمه نکردیم. ما هنوز یک کتاب درست حسابی، حتی کتاب های پوپر رو، با اینکه پوپر خوش‌شانس‌تر از همه بوده و مرحوم آرام، آرام بزرگ، آرامی که به هر حال بذارید من اینجا بگم در همین جمهوری اسلامی خودش اعلام کرد که من احمد آرام توده‌ای نمازخوان بودم. این خیلی مهمه. خدا آقای احمد آرام من توده‌ای نمازخوان بودم. این تأثیر فضای قبل از انقلاب دوستان ندیده نگیرن، این درست نیست. ما باید بدانیم که بزرگان ما در چه فضایی و بعد همین آرامی که این همه نقدش میکنن کتاب پوپر رو ایشون ترجمه کرد. هنوزم من معتقدم کتاب ترجمه ایشون بهتر از ترجمه آقای کمالیه، ضمنی که کامله، تمام یادداشت‌ها رو ترجمه کرده، تازه به یک معنا حتی کاملتر از بهتر از اون ترجمه شد. تامس کون اون ترجمه کرده، حدث و ابتلا رو اون ترجمه کرده. در کی؟ در 86 سالگی وقتی یکی از این آقایون نقدش کرد، گفتم من امیدوارم شما هم به 86 سالگی برسید، ببینیم شما در 86 سالگی حاضر هستید برید یک کتاب کلاسیک رو چاپ بکنید یا نه. بعد تو سوال کردم که خواهش میکنم باتری بله 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 منم همینطور چند دقیقه دیگه باید بحث رو تمام کنیم چون شارژ باتری موبایل منم. سوالات دوستان رو بخونیم. موکاشو اینا از کتابای خیلی مقدماتی هستند. کتاب فلسفه این در قرن بیستم دانارد گلیس که به هر حال کتابای مقدماتی هستند ولی هرگز جای کتابای تخصصی رو نمیگیرن. پوپر تقریبا میشه بعد گفت همه کتاباش فارسی ترجمه شده ولی خب برای دوستان شاید سنگین باشه این مقدار. ازم به حضورتون کتاب هایی که از حالا کتاب خود بنده که حالا هم در آمد فلسفه تحلیلی هست، اونم به هر حال در چارچوب فلسفه علم و مقدمات فلسفه علم تلقی میشه، خود کتاب راشنباخ هست. اما به هر حال دوستان بی نیاز نیستند از این که برن به سمت زبان انگلیسی. ما هم متاسفانه در دانشگاه خودمون همواره دانشجوها که میان باشون با این مشکل رو داریم و بعضی دانشجوها قد ساده پسندن که میرن به دنبال همین کتابایی که نام بردن و
و اینا اصلا پاسخگو نیستن و کفایت نمی کنن. ولی به هر صورت از اسمیت یک کتاب ترجمه شده به نام فلسفه، این که پژوهشگاه علوم انسانی چاپش کرده که اونم به هر حال کتاب بدی نیست دیگه. آقای دکتر یه سوالی که دوستان پرسیدن اینه که اون کارنامه کوانتومی، استخراج کوانتومی از قرآن واقعیت داره یا نه، یا شما به من این بله، سوال بله سرچ کنن دوستان میتونن پیدا کنن. بله برای من آیه ایش اومد و من هم برای بعضی دوستان احتمالا فرستادم. بله همینجوری. یه سوال دیگه که دوستان کردن اینه که آیا نمیشه از تقریرهای روشمندتر و دقیقتری از علم دینی سخن گفت غیر از اون تقریرهایی که شما حالا نقد کردید؟ یعنی آیا امکان یک نوع تقریر روشمند و قابل دفاع از منظر فلسفه علم از بحث علم دینی رو منتفی میدونید کلا؟ من آقای دکتر و اون دوست بزرگ و خدمتشون بگم، اول من علم علمه، علم در دو مقام که به هر حال صحبتایی هست که به شکل کلاسیک گفته شده، حالا بیشتر رایشنباخ دارن روی تاکید کردن، یکی مقام گردآوریه، یکی مقام داوری. بله، مقام داوری. در مقام گردآوری اصولا ایدئولوژی ها میتونن کمک بکنن، میتونن راهنما باشن، میتونن انحراف بدن، میتونن در هر صورت علم رو به مسیر خاصی برانن. این مسیر میتونه مثبت باشه یا منفی در مقام گردآوری. اما در مقام داوری، چون اونجا بحث بر سر من، چون یک رئالیست هستم و معتقد هستم که ارزم بزرگتون نهایتاً گزاره علمی ما یا نظری علمی ما بایستی یک بچی از صدق رو درش رعایت بشه، ولو اینکه در حال حاضر هم یک نوع خطایی رو مرتکب شده باشه، ولی نهایتش باید به سمت صدق. بنابراین همواره معتقد هستم که علم علم است. علم دیگه هیچ گونه ایدئولوژی بر نمی‌داره. علم مسیحی، علم دینی، علم مارکسیستی، علم چینی، نمی‌دونم ژاپنی، اینا نداریم. ساینس این رو حالا من نمیگم، همه برها حتی جامعه شناسان علم، جامعه پدر جامعه شناسی علم مثل مرتون هم وقتی که سخن میگه، در واقع یکی از ویژگی‌های، از چهار ویژگی مهم علم، یکیش یونیورسالیسمه، یکیش کمونیسمه. یعنی یونیورسالیسم و کمونیسم اینا تضمین کننده این هستن که همه انسان ها در دستاوردهای علمی شریک هستن و نظریه هستن که در همه، در واقع برای همه انسان ها صادق هستن و کاربری دارن. بنابراین این دیگه هرگز پسوند دینی با خودش بر نمی داره در حوزه داوری، چون در حوزه داوری حوزه در واقع سنجش صدق گزاره است، صدق نظریه است. اما در حوزه نه، من باور دارم در حوزه گردآوری که میتواند اون فضایی که ما درش هستیم، فضایی که درش زیست میکنیم، اون دینی که وجود داره، ایدئولوژی که وجود داره، مروج علم باشه یا جهت بده به پژوهش علمی، اینا رو من باور دارم. ولی جز این نه، در مقام داوری مطلقا باور ندارم. خیلی ممنونم آقای دکتر و خیلی ممنونم از مخاطبان عزیز. من حالا سوالات دیگه‌ای هم مطرح شده یادداشت کردم که حتما برای آقای دکتر سعی می‌کنم بفرستم و انشالله اگر دوستان خانه اندیشمندان صلاح بدونن به صورت کوتاه ما در فایلی که از آقای دکتر منتشر میکنیم، یعنی فایل این گفتگو که انشالله کامل منتشر میشه در هم اینستاگرام و هم در تلگرام و ما سعی میکنیم خلاصه کامنت ها رو هم منعکس کنیم. از همه بزرگواران، این کوچولو ما هم صداش دیگه در اومده، از همه بزرگواران سپاسگزارم، از جناب آقای دکتر اکرمی عزیز که بنده شاگرد شما بوده و هستم، سالهاست که استفاده میکنم و جالبه که من هنوز آقای دکتر رو حضوری زیارت نکردم تا جایی که یادم میاد. انشالله زمینه بشه که حضوری هم خدمتشون برسیم. بنده که از شما آموختم، اسامی و عناوینی ازشون اینجا یاد شد که حق در واقع گفتگو و نقد و نظر و پاسخ برای بزرگواران هم محفوظه، همشون برای ما محترمند و البته نقد بزرگان به معنای خدای نکرده بی احترامی به اون بزرگواران نیست. افلاطون عزیزه ولی خب حقیقت عزیزتر از افلاطونه دیگه، اساتید ما که جای خود دارن. مجدد از استاد محترم جناب آقای دکتر اکرمی عزیز، بسیار بزرگوارانه دعوت ما رو پذیرفتن و اهل تعامل و نقد و پرسش هستن. این ویژگی خوبی که بنده سعی میکنم از ایشون بیاموزم و از همراهان عزیز و همه شما را به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدارتون. شاید دکتر ممنون. تمنام میکنم. من از شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم. بزرگوارید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.